سلام یک شنبه 14 خرداد 96 4 جوان 2017 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه اسماعیل عبدی دبیر کانون سنفی معلمان ایران در 34 روز اعتصاب غذای خودش دیروز شنبه به بیمارستان منتقل شد او از درد کلیه و نوسان فشار خون رنج میبره و به گفته همسرش تقاضا کردن به او مرخصی استعلاجی داده بشه تا کنون از وضعیت ابدی خبر جدیدی نرسیده موضوع دوم اینکه بستن حسابهای شهروندان ایرانی در ابوظبی و دوبی ترکیه و عمان آغاز شده قطعا عربستان هم همین کار رو خواهد کرد و ممکن است که به پاکستان و حتی چین هم برسه این اتفاق از فشارهای عربستان در و مصوبات کنفرانس ریاضه و در واقع موج جدیدی از فشار بانکی رو روی شهروندان ایرانی در منطقه و انزوای بیشتر مالی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت واشنگتن اگزماینر انتخاب آقای مایکل دیاندرا که یک به عنوان مسئول ایران در CIA امریکا رو اینطوری دیده و تفسیر کرده که احتمالا با مسئولیت او خشونت علیه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله نیروی قدس سپاه در منطقه افزایش خواهد یافت موضوع سوم اینکه آمد نیوز خبر داده کسی که آقای محمود خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی رو در پرونده سوء استفاده بزرگ 3000 میلیارد تومانی فراری داده شوهر خواهر آقای اجهی فردی به نام جواد الله قدمی یا معروف به جواد قدمی است خاوری که از سوی بازپرس ویژه این پرونده در خوزستان احزار شده بود از ماجرا مطلع میشه حتی او رو ممنوع خروج هم نمیکنند و به لندن میره از اونجا استعفای خودش رو میفرسه و بعد هم به کانادا میره آقای کریمی قدوسی عنوان کرده که تعداد زیادی جاسوس در دولت یازدهم دستگیر شده و این موضوع نشان از نفوذ گسترده دشمنان در دولت میده جالبه که البته بسیاری از جاسوسان دستگیر شده در بسیج و اطلاعات سپاه و قوه قضایه و اینجور بخش ها هم بودن روزنامه رسالت صبح پنجشنبه تیتر بزرگ خودش رو اختصاص داد به اینکه مسئول دفتر حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی دستگیر شده اما مرکز تحقیقات استراتژیک جواب داده و گفته فرد دستگیر شده یک پژوهشگر مستقل بوده ربطی به آقای آشنا نداره و هشت ماه پیش دستگیر شده اما آقای اجهی چندی پیش در مصاحبه گفته بود یکی از مرتبطین آقای آشنا دستگیر شده و خبرگزاری میزان قوه قضایی نوشت که یکی از افراد دفتر آقای آشنا دستگیر شده به این ترتیب چهار روایت از فرد دستگیر شده ای که هویتش هم اعلام نشده تا کنون منتشر شده و گفته میشه اتهام این فرد هم جاسوسی بوده اگرچه این هم رسما اعلام نشده موضوع چهارم اینکه سازمان ملل عنوان کرده که روزانه پنج هزار نفر در یمن به وبا مبتلا میشن نوزده منطقه از مناطق بیست و یمن با شیوع وبا دست و پنجه نرم کنند و سازمان ملل اختار کرده اگر رسیدگی نشه این عدد هر دو هفته دو برابر خواهد شد یمن که بیش از ده هزار کشته در جنگ داخلی داده و 17 میلیون نفر در معرض گرسنگی هستند که 6 میلیون و 800 هزار نفر اونها در معرض قحطی قرار دارند کشور فقیری است که با شعله ور کردن آتش جنگ داخلی از سوی نیروی قدس سپاه و در سوی دیگر عربستان گرفتاره مصیبتی شده که قدرت نمایی و زورآزمایی کشورهای منطقه فاجعه رو برای مردم یمن به ارمغان آورده در لندن حمله تروریستی شنبه شب دیشب به صدر اخبار دنیا اومد یک ون با سه سرنشین روی لندن بریج که یکی از پلهای پر رفت آمد لندن هست به صف آبران حمله کرد و مسافران این اتومبیل اوتوب... مرکم پیاده شدند با چاقو به مردم حمله کردند و در مارکت نزدیک اونجا بارو مارکت بازارچه اونجا هم تا اونجا دویدند و حمله کردند که هشت دقیقه بعد به ضرب گلوله پلیس هر سه نفر کشته شدند. مجموعا هفت کشته و 48 و زخمی در این حمله تروریستی اتفاق افتادیم. البته جالب یکی از این حمله کنندگان یک جلیقه انفجاری قلابی به تن داشته که از دور مثل جلیقه انفجاری به نظر میاد. هنوز هویت این افراد از سوی پلیس انگلیس اعلام نشده، سازمانی هم مسئولیت این حمله یه تروریستی رو به عهده نگرفته آمریکا مشغول بررسی تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا که ممکن است یا کلا مشمول تحریم امریکا بشه یا دست کم امریکا که بزرگترین وارد کننده نفت ونزوئلا خرید خودش رو متوقف بکنه در ونزوئلا مخالفین خواهان برگزاری انتخابات آزاد و برکناری دولت آقای مادورو هستند که جانشین چاوز شده و فاجعه اقتصادی در این کشور خلق کرده مخالفت های مردم تا کنون با خشونت حکومت بیش از شست کشته به جای گذاشتند که صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی